سلام و درود خدمت همه اعضا و برنامه نویس های گرامی. خب درس های پروژه محور برنامه نویسی جاوای ما تا این اندازه رساندیم و در قسمت قبلی ما یک چند تا حالا کلاس ساختم، یکی مثلا کلاس پرسن ساختم، اینجا کلاس دیتابیس، اگر اینجا بیایم ما کلاس دیتابیس حالا یک تا اری لیست دارم از نوع پرسن و ای میتونه که یک لیستی از پرسن برای ما ارائه کنه و پرسن هم اینجا کلاس ساختم و این اندازه کار ما در قسمت قبلی انجام دادم. اگر شما قسمت قبلی رو ندیدین پس لطفا ما برتون پیشنهاد میکنم که قسمت رو ببینید، چون ربطی خیلی مستقیم داره به این قسمت ما. پس اگر ویدیو رو ندیدین ما لینک و ویدیو رو در دسکریپشن امی ویدیوی فعلی میمونم که شما حتما اون رو ببینید. خب میریم روی کار ما. اصل کار ما در این قسمت ای است که حالا این مدل بکن است و این فرانتین است. پس در هر پروژه نباید شما فرانتین با بکن یک جا بسازین، نباید چک باکس، نباید حالا تکستر یا اکشن لیسنر، کل اینا داخل یک کلاس نباید باشه. این قسم شما یک مدلینگ باید بسازین، یعنی گفته یمو وطنی ها از کود نویسی از پیشتان نانتر نشه. و اینجا اینجا حالا ما یک کلاس کنترولر می سازم به این خاطر که ما نمیخوایم کلاس دیتابیس ما مستقیم رفرنس داشته باشه با امو کلاس مین ما. پس ما اینجا یک تا کلاس دیگه می سازم به نام کلاس، یک تا پکیت می سازم بهتره، ما یک تا پکیت می سازم به نام حالا کنترلر و داخل این پکیج ما یک تا کلاس دیگه می سازم به نام حالا دوباره کنترلر. و این کلاس کنترلر ما اینجا چیز دیتابیس هم میتونم بسازم، آبجکت دیتابیس هم. پس من میگم که یک تا چی میسازم اول از اینا، یا اصلا ضرور نیست که من کانسترکتور بسازم، میگم که از نوی دیتابیس دی بی نیو دیتابیس، من آبجکت دیتابیس اینجا ساختم و ای همچون دا دیگه پکیج دست نیاز در امپورت داره و ما از کلاس کنترولر خود ما میتونم آلی در مین فریم یک تا آبجکت بسازم. پس ما اینجا میایم میگم که پرایویت کنترولر دوباره نیاز در امپورت داره و ما اینجا یک تا آبجکت از چی هم می سازم؟ از کنترولر. پس من میگم که کنترولر ما مساید نیو کنترولر. خب یه اندازه ما آلی میتونم که از کلاس کنترولر خود به خاطر اد کردن، حالا ما میتود اد در کلاس دیتابیس ساخته بودم، من اینجا میگم که پابلیک void add person. ما میتونیم که حالا افراد از طریق اینجا بگیریم، از طریق حالا کلاس فارم ایونت. فارم ایونت ما در اینجا داکشن لیسنر، حالا فارم لیسنر اینجا داریم ایونت. یک تا انترفیس ما از نوع کلاس فارم ایونت میگیره، پس ما ایونت میتونیم که داخلی او جا بجا کنم. پس ما میتونیم که حالا میگم که این اد پرسن ما از نوعیت ایونت چی بود؟ فارم ایونت، فارم ایونت ای وی میتونه که اینجا بگیره. ما ایرم امپورت میکنم چون نیاز ده امپورت داره در پکیج دیگه است و اینجا میگم که ای وی get name و میتونم که ایراد داخلی string name ذخیره کنم، یادم است دیگهش string occupation، میگم که ev get occupation و
ایوی گت اچ کاتگوری بود، اینجا اچ آی دی است، استفاده از کپ نیست. ما اچ آی دی را از نو انتجر بود، پس من میتونم که انتجر مثلا اچ کات ذخیره کنم و بعد از امپلوی بود که از نو استرینگ برگشت میداد، پس ما ایر داخلی امکات ذخیره میسازم و میگم که ایوی گت امکات و ایوی دیگه چی داریم. ما اینجا تکس آیدی داریم، استرینگ است، میگم استرینگ تکس آیدی و ایوی گت تکس آیدی و دیگهش سیتیزن است، بولین سیتیزن مساوی ده ایوی گیت است یا ایز است. گیت سیتیزن نه از سیتیزن. خب و دیگهش چی داریم؟ ما جندر داریم، پس جندر هم اینجا استرینگ است، میگیم که ایوی گیت جندر. خب چند تا شد؟ یک تا، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا. variable named already defined. میره جندر تبدیل میکنم. خب یزی ما آلی اگه ما چی بسازم؟ حالا میگم که از نوع پرسن یک تا پرسن ابجکتشی میسازم، میگم نیو پرسن و اینا را داخلی اد میکنم، پس نمیشه دارم نیم، اوکوپیشنش دارم اوکوپیشن، بعد از او اچ کاتگوری را دارم، پس اچ کاتگوری چون اینجا حالا ما اگه اینجا چی کنم، حالا اد پرسن ما اینجا، ما اگه بیایم در کجا 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 اینجا پرسن اچ کاتگوری ما از نوع اچ کاتگوری است، پس من نمیتونم که حالا اینجا استرینگ بفرستم و ما اینجا کار میکنم که باید کنترل شوه که حالا این استرینگ تبدیل در چی بکنم، اچ کاتگوری. پس ما اینجا یک تا از نوع اچ کاتگوری میگم که اچ کاتگوری باشه و مقدار دی اولیه را نل میگیرم، اچ کاتگوری را امپورت میکنم و میگم که اینجا سویج استفاده میکنم، میگم که سویج چه قسمی بود سپلش انا و میگم که اچ کاتگوری، میگم اچ کات اگر کسی صفر بود، پس اگر کسی صفر بود میگم که اچ کاتگوری اچ کاتگوری ای اچ کاتگوری رو میگیرم من وریبل که ساختیم، میگم اچ کاتگوری ما مساوی باشه با اچ کاتگوری دات چایلد و بریک. ما ایره کپی میگیرم، کنترل سی و و و و کنترل وی کسی دو و ادولت و کسی تری، مطمئنن که حالا ای سنیار است. خب یعنی امپلوی کاتگوری را ما چینج میکنم، از نوی امپلوی کاتگوری اول یک تا چی میسازم؟ امپلوی امپلویمنت کاتگوری، میگم که امپلویمنت مثلا
وقتی رو امپورت میکنم اگر سپیلش اشتباه نکده باشم. پس یک قسم است و ما اینجا از FLG استفاده میکنم. میگم اف اگر چی بطلا امپ کت مساوی بود به مساوی بود به چی امپلوید بود، پس امپلویمنت برای ما امپلویمنت مساوی قرار بیتی به امپلویمنت کتگوری امپلوید. ما یه اندازه رو کپی میگیرم و میگم که الزف اگر که مثلا ده سلف امپلوید بود، پس ایره تبدیل میکنم ده سلف امپلوید و در غیر او باشه در غیر او باشه حالا نه هنوز مانده گزینه چی کدوم ما و ای unemployed و و و و و و و اینجا هم در unemployed تبدیل میکنم. ایرا میگم unemployed unemployed و در آخری الزش هست. پس در الزش مطمئنن که ما از آدر استفاده میکنم. این ایرا تبدیل میکنم در آدر. حالی ما میتونیم که حالا کانسترکتوری رو بسازیم که دقیقا و و جندر مانده. ما دوباره یک تا از جندر میگم که حالا جندر امپورت میکنم جندر و اینجا میگه که خب جندر کات گفت که این وریبل موجود است. پس من میگم که اگر جندر مساوی بود با میل، پس جندر کات مساوی باشه با میل. نه دیگه میگم که جندر کت مساوی باشه به جندر مل. و الزش میگم که جندر کت مساوی باشه به جندر فیمل. این حالی ما کلی اونا رو ساختم، پس ما فقط باید پرسن اینجا مقدار دهیش کنم. اینجا حالا چه بود اچ کتگوری امپلویمنت. بعد از امپلویمنت ما اینجا چی دارم؟ تکس آیدی، سیتیزن و جندر. پس تکس آیدی خودش بود، تکس آیدی سیتیزن که بولیان بود و و و و و و و جندر جندر کات. امپورت کردم. خب
سوالی ما باید در او لست خود، حالا در اینجا در کلاس ما چیز دیتابیس اینجا داریم، آبجکت دیتابیس ها. ما میتونیم با استفاده از امی در داخل چی بفرستیم حالا معلومات خود. اگر ما اینجا روی مین فریم بیایم، اینجا مین فریم ما کجاست؟ اینجا این معلومات ما تونسته بودیم که داخل تکست پنل نشان بیتم. این بار ما میخوایم حالا داخل حالا هر چیزی، مثلا ما اگه اینجا روی کنترلر بیایم و اینجا بگویم که db add person و ای مطمئنن از نوی پرسن میگره، پس ما همی پرسن داخلی اد میکنم و اینجا دوباره ما روی مین فریم میام و در مین فریم ما تمام اینا رو از اینجا دیلیت میکنم و اینجا میگم که کنترلر اد پرسن و ای اد پرسن ما از نوی از امی ایونت میگیره، پس ما میتونیم که امی ایونت برای او بفرستیم. پس تا یه اندازه کدی که ما اینجا انجام دادیم قسمی است که ما هر چیزی که اینجا تایپ کنم، مثلا حسن علی یا اصلا نام خود نمیم، نام یکی دیگه مثلا چی باشه، حالا نام کمی آسان تر باشه، مثلا نوید و حالا ای تیچر باشه، ای بنده خدا یک تا تکس آیدی هم داشته باشه، جندرش خود معلوم دار میل است. زمانی که من اد کدوم اینا داخل اری لیست من اد شده و در من قسمت بعدی من کار میکنم که حالا از این لیست خود این معلومات داخل یک جی تیبل ذخیره است، نشان باید بیتم حالا این لیست ها. و کاری حالا که در اینجا است که حالا هیچ مدل ما در اینجا مستقیم ربط نداره و ما یک بار حالا مثلا در بعدن ها اگر دیتابیس وصل چیدیم دیگه ضرور نباشه که حالا بخاطر هر کار در دیتابیس وصل چیدیم و فقط ما معلومات داخل لیست ها ذخیره میسازیم و از این لیست های خود استفاده میکنیم. خب این هم از این قسمتی از برنامه نویسی ما. پس اگر سوالی دارین خودتان میفهمید دیگه، اینجا کل نشانی هست، میتونید که برای ما سوالتان از طریق ایمیل بپرسین و همچنان اگر یوتیوب حالا چنل سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی ما را هم ببینید و همچنان کودی خوش داشته باشین.